در کارزاری که بین مقاومت و مردم ایران از یک سو و رژیم آخوندی از طرف دیگه جریان داره، ما با دو تا جبهه، همین دو جبهه‌ای که ازش نام بردیم، مواجه هستیم که هر کدومشون ابزار و امکانات خاص خودشون رو دارند در این کارزار. در یک سو رژیم آخوندیه، با تمام وجودش در بحران‌ها غرقه و برای حفظ حکومتش تلاش میکنه. با عملیات تروریستی در آمریکا که نمونه‌اش رو تازگی دیدیم، از سوی دیگه تلاش میکنه به بمب اتمی دست پیدا کنه که این هم خبرهاش از خبرهای داغ دنیاست و کشورهای عرب رو هم تهدید میکنه. همچنین در عراق به توطئه و زد و بند متوسل میشه، اما خب به رغم همه این دست و بازدن‌ها که فقط گوشه‌هایش رو الان بهش اشاره کردم، گرفتار یک شقه بسیار بزرگ در رأس خودش هست، در بالاترین بیت رژیمش، رژیمی که هر روز افتضاحات جدیدی از دزدی‌های میلیاردیش توسط باندهای رقیب رو میشه، رژیمی که مجبور در ته خط افلاس و درماندگی همون گماشته مزدور خودش یعنی پاسدار احمدی نژاد رو هم دنبال کارش بفرسته. این یک سوی این جبهه است، میشه اون طرفش رو هم دید و اون هم جبهه مقاومت ایرانه. ولی در اینجا میخوام این سوال رو مطرح کنیم که به نظر شما چه چیزی رژیم آخوندی رو به این وضعیت انداخته و اینطوری به دست و پا زدن وایار کرده؟ زمینی بود در مناطق شمال بغداد در منطقه رمادی که کمتر از 100 کیلومتر با مرز ایران فاصله داشت، در منطقه بیابانی بد آب و هوای این منطقه واقع شده بود که پادگانی به نام پادگان اشرف که مسعود رجبی نام این پادگان رو به نام همسر اولین همسر خودش که در طی عملیات تروریستی در ایران حضور داشت، در یکی از همین عملیات تروریستی کشته شد، نام این پادگان رو به نام همسر خودش اشرف اسپوزاری کرد. این قرارگاه اصولا در یه بیابان دمیرزه است که نزدیکترین روستا به اونجا شاید حدود 15-20 کیلومتر فاصله داره، ولی در فاصله 35 کیلومتری اون یک فرودگاه متروکه واقع است، فرودگاه جنگی متروکه بوده قبلا و بعد از اون دیگه به یه سری کوها برخورد میکنیم، ولی خودش در یه منطقه وسیع بیابانیه. یک پادگان وسیع بود که حتی در ده طرف خود قرارگاه کسی به صورت پیاده یا سواره، چه نظامی چه شخصی، از عراقی ها جرات نمی کردن تو اون محدوده تردد داشته باشن، یعنی به لحاظ نظامی انقدر اینا گسترده بودن، حتی تو شهر مختلف بغداد هم اینا پایگاه مختلفی رو داشتن، در جنوب، در شمال، در داخل خود بغداد که اشرف پایگاه اصلی سازمان منافقین محسوب می شد. این قرارگاه به صورت یک جزیره قرار داشت تو داخل خاک عراق که شاید تا کیلومترها اطراف این قرارگاه فقط نیروهای نظامی بودن، نیروهای نظامی عراقی و بیابان بره بود. سازمان در اینجا تونست با امکانات وسیعی که در ابتدای جنگ از طریق کشورهای عربی براش رسیده بود، اینجا یه سری کارخانه‌های برق برقرار کنه، کارخانه‌های آب برقرار کنه، بیمارستان برقرار کنه. قرارگاه اشرف به علت سوء استفاده از منابع آب زیرزمینی برای ایجاد دریاچه مصنوعی و همچنین درختکاری های گسترده، علارغم موقعیت بیابانی آن در میان عشایر منطقه، به مروارید صحرا شهرت دارد. سازمانی که به همین الان شعار میده که نظام جمهوری اسلامی یا حکومت دیکتاتور در ایران حاکمه، ما به دنبال آزادی میگردیم و برای آزادی این ملت و این مردم در حصار جان فشانی میکنیم. قرارگاه 24 کیلومتر مربعی اشرف از سال 65 تا کنون عنوان کانون توطئه و فتنه بر علیه منافع جمهوری اسلامی ایران فعالیت کرده است که رد جنایات آنان بر سیمای مظلومیت ایران باقیست. خیلی از شبها ما کابوس این قرارگاه رو میدونیم، هنوز هنوزه باور کنید کابوس این قرارگاه رو میدونیم.